معرفم. یه ماشین دو این سر مگردی خدا به داد من برسه با مردمون این شهر. خود بی جهت آدم اذیت میکنه. معذرت. معذرت خواستن شما برام مهم نیست و مهم نیست. برای من محبت و مهمون نوازی شما ها مهمه. همینقدر که بعضی از همشهریای شما اذیتم نکنن کافی. خب شما من رو به یه چشم نگاه میکنی. من هم خوش باش، بگو، بخند، شادی کن، بزن، برد. معنی زندگی همینه دیگه. دنیا با من کند مدارا. تو نفسی افتادم اما میرم 13 به در تنها. اگرچه که ساده کارم من غمی ندارم. تو نفسی افتادم اما میرم 13 به در تنها. اگرچه که ساده کارم من غمی ندارم. که این دو روز دنیا با ما کند مدارا. بر این اوران با انگنه از یک سو ساغرم یک سو سوی دگر یاری خندان. که این دو روز دنیا با من کند مدارا. خانم کجا؟ هی هی خانم کجا؟ هو هو خانم کجا میری؟ چقدر با ناز میری؟ یکمی صبر بکن مرا با خود ببری. هو خانم کجا میری؟ تو دیلا جان منی، جان جانان منی، تو دل و جان منی. تو دل و جان منی، جان جانان منی، قلب و ایمان منی، دختری یا که زنی، دختری یا که زنی. او خانم کجا میری؟ چقدر با ناز میری؟
یه کمی صبر بکن مرا با خود ببری. هو خانم کجا، هی هی خانم کجا، هی هی خانم کجا میری؟ که این دو روز دنیا با من کند مدارا. تو نفسی افتادم اما میرم 13 به در تنها. اگرچه که ساده کارم من غمی ندارم. تو نفسی افتادم اما میرم 13 به در تنها. اگرچه که ساده کارم من غمی ندارم. که این دو روز دنیا با ما کند مدارا. که این دو روز دنیا با ما کند مدارا. که این دو روز دنیا آی گیوه کجا میری منو با خود نبری؟ آخه خدا رو شکر گود نبود، وگرنه هنوز نرسیده به شهر غرق میشد. اون چه جور جاییه؟ اون ماشینا، اون پسره، اون ماشین سواره، اون از سواره که خدا حفظش کنه. حیف رفت و منو با خودش نبود. باز این گیوه کجا رفت؟ نکنه عاشق یارو شده باشه. خدایا تو مشکل گشایی، سعادت همه به دست توه. از تو میخوام که منو خواهرمو خوشبخت کنی. داد مستجاب میشه، خدا خوشبختت میکنه. اه کجا در میری؟ بیا گیبه منو بده دختر. هیچی قربون، گیبه هم افتاده تو باغ، میخوام بردارم نمیتونم. تو گفتی و منم باور کردم. آدم دزدی مثل تو بایدم دروغ بگه. من دزدم؟ بله تو دزدی، دزد ناموس. تو و امثال تو انگل اجتماعی. به جای اینکه دنبال کار برین مزاحم زن و بچه مردم میشین. مگه خودت شرف و غیرت و کار نداری؟ پیر من، اگه حرفی بهت نمیزنم به احترام موی سفیدته. اون شرف و غیرتی که من دارم هفت پشتت هم نداری. اما کار، آره کار ندارم، میرم تهران کار میکنم و زحمت میکشم. خب دنبال چه جور کاری میگردی؟ کار پر زحمت یا معمولی؟ هر کاری، هر کاری باشه میکنم. کار کردن که عیب نیست. اونایی که بخوان شرافتمندانه زندگی کنن هر کار پر زحمتی رو قبول میکنن. اگه راست میگی و برپاد عمل میکنی من بهت کار میدم. از همین فردا حقوق خوبی هم بهت میدم. به من کار میدی؟ خیلی متشکرم. خدا بهتون عوض بده. شما باید منو ببخشید. من نفهمیدم. من به شما خدمت میکنم. من این خوبی شما رو جبران میکنم. کسی که بخواد زحمت بکشه و کار کنه هیچ وقت چاپلوسی نمیکنه. چطوری؟ چند وقت پیدات نیست، نکنه ما رو فراموش کرده باشید. بشید. اختیار دارید، این وظیفه منه که خدمتون شرفیاب بشم. چند روزی بود امتحان داشتم، امروز امتحانم تموم شده. خواستم بیام خدمتون سلام عرض بکنم. خب، انشالله که با موفقیت قبول شدی. تا خدا چی بخوام. من که فکر میکنم قبولیم حتمیه، ولی بیشتر ناراحتیم برای دوره دکتراست، چون باید 2 سال از عزیزم دور بشم. مگه خیال دارین دکترا رو در خارج ببینین؟ بله من خیلی میل دارم. تا عمو جان چی بخواد؟ این بستگی به میل تو داره. عمو جان تسلیم رأی تو. متشکرم.
من نیم ساعت دیگه وقت ملاقات دارم. با اجازه از حضورتون مرخص میشم. خیلی مایل بودم عمو جانو ببینم. از شما و عمو جان و زیبا خانم و رعنا خواهش میکنم امشب در هتل میامی مهمون من باشید. خیر باشه. کیو تو خواب دیدی؟ قول مرد یک. من از اول به زیبا خانم و رعنا گفته بودم که اگه قبول بشم یه سوره دست جمعی میدم. حالا سر قولم هستم. خیلی خوب باشه. حالا که اینطوری با کمال من، این برای ما افتخاره. خیلی متشکرم. سایتون کم نشه. خواهش میکنم. به سلامت. رعنا تو هم حتما بیا. منتظرت هستم. خداحافظ. به به عجب برقی انداختم. اگه آقا و خانم بیان ببینن خیلی خوششون میاد. احمد احمد چیه آخه؟ چیه؟ واسی شده؟ خیلی خوب اینجا دیگه بسه. حالا که آقا و خانم ها دارن میرن مهمونی، پاشو برو جلوشون با آقا آفاجی کن که یه خودی نشون داده باشی. خیلی خوب. آی خدا، آی اصلا این رانندم به درد نمی خامی که مرغ شب بر فراز تهران سایه می گسترد، این شهر تماشایی تر می شود. نور چراغ ها دل تاریکی را می شکافد و مردمی را که از تیرگی های زندگی وحشت زده می گریزند به سوی خود می کشد و اونهایی را که از حقیقت فرار می کنند و در جستجوی سرگرمی های فریبنده ای هستند به جاهای دیگری می برد. خنده مستانه جمعی گریه سوزناک دیگران را در نخستین ساعتهای شب به گوش نمی رساند. اما وقتی شب از نیمه می گذرد و اون همه شور و غوغا فرو می نشیند، کنج خلوت لذت بخشتر می شود و نفسهای عاشقانه در برخورد لبها خاموش می گردد و ناله هایی که گویای درد هاست با نوای مرغ حق در هم می آمیزد و اونهایی که به درون خیش پناه میبرند در میابند که جز تنهایی مونسی ندارند، زجر بیشتری میکشند تا خدا چه بخواهد. وای وای این سر دیگه واسه صاحبش سر نمیشه. اومدم ایداد بیداد حتما پشت در موندم. اومدم بابا اومدم، اینقدر بوق نزنین آخه، همسایه ها بیچاره ها خوابیدن. اومدم ای داد بیداد، چرا من خوابم بود؟ سلام قربان. سلام و زهر ما. چشم. سلام. پسرای با شرف، کار پر زحمت که نکردی، اقلا در این خونه ساب مردنم نمیتونستی زودتر واکنی؟ منو بگو که خیال میکردم تو آدم میشی. بدبخت بیچاره، تو که نمیتونی یه شب یه خورده کمتر بخوابی، چجوری میخوای ترقی کنی؟ تو که مثل بلبل حرف میزدی، از اول شب گرفتی خوابیدی. نوکره به این خرفتی و تنبلی نوبره. آقا با این بی ارزگش میخواد نون شرافت مندانم مل کنه. احمد، من سفرعلی پدر تو هم که با حرف میزنم. دلم نمیخواد دست به طرف کسی دراز بکنی. برو یه کاری پیدا بکن که خودت آقای خودت باشی. یالا بجو، انشالله که سعادت من بشی پسرم. بیا اینم سفره نون. از خدا میخوام که همیشه نون حلال بخوری. خدایا تو خودت حفظش کن، خور و خوابشو ازش نگیر. احمد احمد پسر، مگه تو کری؟ چرا ماتت برده؟ عباس آقا با من بودی؟ نه، پس با ننم بودم. تو رو میخوان، معلوم نیست این وقت شب چی کارت دارن. همان از دست دخترای اینطوره، وقت و بی وقت سرشون نمیشه. هرچی گفتم پسر خسته از خوابش بیاد ولش کنین، گفتم بگو بیاد کارش داری. بیا یه ساعتی که رعنا خانم زنگ میزنه، برو ببین چی میگه. تو رو خدا قیافه رو نگاه کن. عوضی بیا تو.
فرمایشی داشتی؟ احمد چرا اینقدر گرفته ای؟ راست راستی ناراحت شدی ها؟ جوون زحمت کشی مثل تو نباید از هر حرفی ناراحت بشه. اصلا آقا رو به حساب نیار، اون با همه همینطوره. خب عصبانیه، پیر شده دیگه. چی کنی ها؟ گران خانم، شما ارباب من هستی. من نون نمک شما رو خوردم. درسته که نون و نمک ما رو خوردی، ولی یه وقت فکر نکنی که تو این خونه نوکری، بلکه آها آره زیبا راست میگه. من از همون روز اول که تو رو دیدم حس کردم که تو جوون حساسی هستی. باور کن اینو راست میگم، اینجا همه تو رو دوست دارم. مخصوصا من که احمد تو رو خدا بخند. محض خاطر منو زیبام که شد. ای پسر خوب، تو باید همیشه به ناملایمات زندگی لبخند بزنی. مرد باش. بونسوار مدام، بونسوار مدمازل، بونسوار میسیو، لیدیز اند جنتلمن، خانم ها آقایان، برنامه امشب شامل بهترین اترکسیون از ممالک آمریکایی، اروپایی و آسیایی است و اینک قسمت اول برنامه. خوش بابتانی هستی پایان یا بد غم تو شروع کنی به عشق و مستی خندان شو با صفا شو دل را بزن رها کن چون ساز نقم پرور هر دم شوری به پا کن چه
چطوری حال سرکار چقدر سال بلایی تو چشمون تو پیداست بیا نباش تو خفیش جمال هرچی آباد گره از ابرو بگشا بنگر دوره ی من که برس فری ظلمت شب سر سر خنده بزن زشو و زر پیزم بکن به حال دگر گره از ابرو بگشا بیشور این دفعه هم جیوت تو باغ افتاده بود بازم میخوای شرافتمندانه زندگی کنی؟ از اول میدونستم که تو بی سر و پا من بی سر و پا نیستم بی سر و پا توی که تا شب دخترهای جوانت به کافه ها میبری تو چجور پدری هستی که میخوای اینا رو به من جلاب فساد بکشی خیال میکنه پدر خوبی هستی؟ من نون حلال خوردم من دارم تو این خونه شرافتمندانه خدمت میکنم ولی تو به من تهمت زدی با حیثیت هم بازی کردی زیبا تو بگو پدرت راست میگه؟ مگه نه اینکه تو منو خواسته بودی من که کافه ندیده بودم من که نمیدونستم برنامه چیه من زحمت میکشم برای به دست آوردن پول بایدم زحمت بکشم بکشم مزد زحمتت برو گم شد دیگه هم اینجا پیدات نشه ممنونم از انسانیت شما ممنونم بالا سر ما خدایی هم هست کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه من اومدی از منم خداحافظی کنی آخه جانم تو چرا اینقدر ساده ای؟ همه حرفاتو که با آقا زدی شنیدم اگه میخوای بری برو ولی یه نصیحتی میخوام بهت بگم اگه بخوای این چند روز عمر خوش باشی آقایی کنی باید راه و رسم این دنیا رو بدونی باید با همه بجوشی دمخور هر لوتی و نالوتی بشی به همه بل قربان بگی کار خودت هم بکنی خیلی ازت ممنونم امیدوارم هم دیگه رو ببینیم من هم مثل تو میشم چه پیش آید خوش آید رنج من عمری نپاید ای خدا من بی گناهم بی نصیبم بی فناهم از برای لقمه اینون می دود هر سو نگاهم هر چه پیش آید خوش آید رنج من عمری نپاید Thank you.
زد از جیب اسکناسم لاتو لوتو آسفاسم میزنم هر در که شاید بغده یه بختم گشاید هرچه پیش آید خوشاید هرچه پیش آید خوشاید رنج من عمری نپاید خدا من بی گناه بی نصیبم بی پناه گشتم ویلون و سیلون از بلای لقمه اینون گشنگی آمد سراغم با دو صد درد بی درمون گشتم ویلون و سیلون از بلای لقمه اینون گشنگی آمد سراغم با دو صد درد بی درمون دنیا میکند ستم ها حسلم سر اومد خدا جونم دادم در اومد خدا جونم از دست ایام کار من همینه خدا جونم میرم پی کار خدا جونم اصول بنده هرچه پیش آید خوش آید هرچه پیش آید خوش آید سلام خانم. سلام ناصر جون. حقیقتا دیشب خیلی خوش گذشت. یک شب فراموش نشدنی بود. اختیار داری. من همیشه مدیون شما هستم. نه دیگه ناصر جون. چه تعارف میکنی؟ حالا دیگه موقعشه که یه عروسی را بندازی. مرسی. آخه ما هم آرزو داریم. آرزوی شما محترمه. من تصدیق میکنم. اختیار همسر و تشکیل خانواده از وظایف هر مردی. ولی چی؟ ولی دو سال باید صبر کرد. من باید دکترای حقوقمو بگیرم. البته اون وقت در اختیار شما هستم. شما که سعادت منو میخواید. عمو جان یه عرضی داشتم. بگو گوشم به توست. اگه اجازه بدید خصوصی ممکنه چند دقیقه در خدمتتون باشم. خب بگو. میخواستم خدمتتون عرض کنم که من تصمیم گرفتم برای گذروندن دوره دکترا عازم پاریس بشم عمو جان. خب چه مانعی داره؟ میتونی بری؟ بله مانعی نداره. میخواستم با کسب اجازه شما اقدام بکنم. در ضمن به مبلغی پول احتیاج دارم. پول؟ بله عمو جان. چه پولی؟ مگه تو من پولی سپرده بودی؟ نه من پولی به شما نسپرده بودم. ولی اختیار دارایی مرحوم پدرم به دست شما بود. شما قیم من بودین. نه آقا، چه قیمی؟ چه کشکی؟ چه پشمی؟ مگه من پول چاپ میزنم؟ این حرفا قباحت داره. من که این پولا رو مفتکی به دست نیاوردم. زحمت کشیدم، زحمت. فهمیدی؟ بسیار خوب عمو جان. شما عصبانی هستین و منزل جای این حرفا نیست. من نمیخوام با صحبت های ما دیگران ناراحت بشم. فردا صبح در تجارتخونه خدمتتون شرفیاب میشم. خداحافظ. من دادم و تو هم خوردی. پدرم. مال پدرم. دارایی پدرم. بچه این عرق سوریه چشم کار دیروز. آقا رضا آمد. سلام علیکم. سلام علیکم آقا رضا. سلام علیکم بچه ها. چه باز کدوم فلک زده ای به تورت خورده؟ نه بابا فلک زده نی اونقدر مان و ملال داره که واسه هفت پشت شخصیاته. به جون بکن بینیم یاره کی که فرد کلکشو بکنیم. علی لاکت کلک بی کلک فقط پولاش خوشگله. میگم میلیاردره. آره اسمشم آی ظاهرالملکه. ظاهرالملک؟ نه من این کارو نمی کنم. من نون نمکش خوردم. شما هم نمیذارم همچی کاری رو بکنی. بی
رضا بچه زدی خفه بچه هی بچه ها بد جوری شد مثل که این جونه بر فهمید و نایمد باز نشخه رو جلو بندازیم و همین امروز کلک کارو بکنیم سلام سرکار، یه عرض مختصری داشت بفرمایید شماره تلفن کلانتری بازار چنده؟ 3992 خیلی متشکرم حالتت خوبه اولا. همه خوبن ان شاء الله الحمدلله میگذره درست میشه ولکم خداحافظ عباس آقا عباس آقا برادر بگو ببینم چه کارا میکنی خیلی دارم میخواست ببینم باور کن عباس آقا منم خیلی دارم میخواست ببینم هستی که خیلی سرحالیه تو که از من سرحال تری ببینم از چین شروکا خبری نیست الان موقعشه که یه دختر 14 ساله واسه خودت دست پا کنی کارواله چطوره ای شکر خدا میگذره خب تو چطوری عباس آقا والا بدک نیستم از وقتی یارو گور به گور شده کیفم کوکه کیو میگی؟ اربابو میگم مگه نمیدونی کشتنش؟ ها؟ کشتنش؟ آقا رو کشتنش؟ بله ای بیمارفتا امروز حسابمو با تصفیه میکنم بگیر تو که پولاشو میخواستی چرا کشتیش؟ حرف بزن چرا کشتیش؟ چرا کشتیش؟ بگیر دنیا که این حرفا رو نداره تازه کاری نکردی از قدیم گفتن سر بیگنا پای دار میره اما بالای دار نمیره داشم دلخور نشو پای شیر همیشه به زنجیله آخه جونم اینجا رو بهش میگن زندون این حرفا سرش نمیشه ناز خاطر هرچی لوتی با معرفت بخن جمالات تشقه اگه پیشم بیای بازم میگم از این و بلا برات برخص و آوازم میگم از این و بلا بیا ریز بیا روی میز بیا سال فلفلی تیز بیا بیا از عشق لب ریز بیا اگه پیشم بیای بازم میگم از این و بلا برات با رخص و آوازم میگم از این و بلا بیا با چرخ و با غیر بیا اینقدر نزن چه بیا اما یواشتر بیا با زلف پرفر بزن بشکن و بشکن ولی دل من رو نشکن بیا ما رو نگاه کن عزیز اخوان رو با کن حبیب من کن پنچر نگار پرفر من
کردی قربونه اون عشوه های اون ناز و کرشمه های جون من بذار بریزه به جونم درد و بلای جادو داره چشمات نازم ساق پاپات اونچه نره لبهات سر به مد و بالات قربونه اون عشوه های اون ناز و کرشمه های جونه من بذار بریزه به جونم درد و بلای برم تو ایکله تازه باره خوش اومدی زبر زرنگ به نظر میاد بفرما صفا آوردی فرق میکنم به اینم غیر قانونی خورده همینطور اجواج مونده یکی پاش واردش کنه ما همه رفیقیم تو از امروز برادر ما هستی زندگیه دیگه چی کارش میشه کرد بشین جونم بشین شیش ماه اولش سخته بی خیالش آره داشم زندگی این پستی بلندی ها زیاد داره خب اسم چیه؟ اسم من احمده اسم تو چیه؟ ناصر تو چی کار کردی که زندونی شدی؟ تو هم آدم کشتی؟ نه داداش من آدم نکشتم به من تهمت زدم کی تهمت زده؟ باید تو که از مرحله خیلی پرتی این همه تو روزنامه ها و مجله ها نوشتن تازه میگی کی تهمت زده؟ این ناصر همون ناصره که روزنامه ها نوشتن ظاهرالملک کشته تو؟ نه این دروغه من میدونم که این دروغه من میدونم کی آقا رو کشته حرف بزن بگو کی اونو کشت آقا رو دارو دسته رزکی فنداز کشته اه. اون روز که من کشته شدن آقا رو شنیدم رفتم پیش رضا به خدا من رضا رو نکشتم داشت خفم میکرد کاش خفه میشدم ولی نه نتونست منو بکشه چون خودشو کشتم ولی موقع مردن خودم شنیدم که میگفت احمد ظاهر الملک رو به خدا من نکشتم بلکه علی کشته علی کشته Thank you.
کلا کردار کرد ما رو ناکار ناک ناکم خدا این باید این جبوری تا نشیم استم احوال من ندونی ناصر دل دوست برگ آزادیت اومده مرخصی نگفتم سر بیگنا پایدار میره اما بالایدار نمیره جلل خاله قربونه تو ناصر جون قربونه تو در امان خدا به خدا سپردم حیوان هر بدی که از من دیدی ببخش حلالم کن این چه حرفی ناصر خان خدا ببخشه برو داشتم دست سالی به امرا احمد من آزادی و مدین تو هستم مطمئن باش دنبال کارت میرم هیچ وقت خوبیاتو فراموش نمیکنم ناصر جان این چه حرفیه من کاری نکردم حقیقتو بهت گفتم وظیفه‌ام بود حالا هم که تو مرخص میشی مثل اینکه من مرخص میشم آزادی تو آزادی منم هست آره احمد من میدونم که بهت تهمت زدم تو پاک و بیگناهی به همین زودی مرخص میشی اون وقت نوبت دوستت ناصره که تلافی خوبیاتو بکنه قول میدم که دوست لایقی برای تو باشم ممنونم قول میدم خداحافظ هر مکتبی که باز شود زندانی بسته می شود ناصر دوست و وکیل مدافع احمد برای آزادی این جوان ساده‌لوح به حد فداکاری کوشید و در دادگاه برای براءت و آزادی او با بیاناتی فصیح زندگی و خاطر نشان ساخت که هر کسی ممکن است اشتباه کند بشر جایز الخطا است ولی هر جرمی هم قصاصی دارد مگر نه اینکه هم متکی به عدالت اجتماعی هستند نباید تر و خشک با هم بسوزند ذات اعمال گذشتش را داد اوائل طاقت تحمل محرومیت از نعمت آزادی را نداشت بعد به محیط زندان خو گرفت و چون آزاد شد 5 سال پر مشقت زندان را به دست فراموشی سپرد او دیگر عوض شده بود انسانیت را در این جمله مسخره خلاصه می کرد این نیز بگذرد برای او دیگر زندانی بودن یا آزاد زیستن مفهومی نداشت مایل به درک معنای بزرگترین نعمت الهی که آزادی باشد نبود این تلخی گذشته فنا شده و شکست در زندگی بود که روح این جوان را هرچه بیشتر آسی نمود رفتارش شدت بیشتری یافت حتی صمیمی‌ترین دوستش ناصر را هم فراموش کرد احمد فقط به ظاهر زندگی آوردن تجملاتی که از آنها محروم بود فکر میکرد دیگر برایش تفاوتی نداشت که از راه درست یا نادرست باشد تا اینکه اینجا رد می شدم خواستم سلامی از کنم خونه جدیدتون رو تبریک بگم که یاد آقا خدا بیامرز افتادم و ناراحت شدم این که ناراحتی نداره خیلی هم خوب کاری کردی اومدی اینا چیه دستت؟ اینا لباسه امشب خونه دوستم مهمون هستم
لباسم از لباسشویی گرفتم. خب پس کاربارت خوبه مولا؟ بله. کجا کار میکنی؟ من تجارت خونه باز کردم. بله. چه تجارتی میکنی؟ تجارت کش رفتن. چی؟ یعنی منظورم اینه کش وارد میکنم. خیلی خوشحالم مبارکه. منم به تبریک میگم. ممنونم. من میدونستم که تو صاحب کار کسبی میشی. آدم خوشبختی بودی. از وقتی تو رفتی وضع ما هم عوض شد. آقا رو کشتم. مامانم فوت کرد. فوت کرد؟ آره. من خیلی متاسفم. زیبا خانم تشریف ندارن؟ نه، رفته بیرون. چرا نمیشینی؟ اگه اجازه بدید میخوام برم، چون یه جای کار دارم. چه عجله‌ای داری؟ راستی احمد، امشب جشن تولد زیباست. اگه بتونی بیای خیلی خوب میشه. امشب که مهمون هستم، ولی سعی میکنم اگه خونه دوستم ناصر نرفتم حتما بیام. راستی هی ناصر! ناصر! رفیق دیگه حالی از ما نمیپرسی؟ من یا تو؟ از روزی که آزاد شدی معلوم نیست تو این شهر هستی یا نه؟ این حرفا چیه ناصر؟ من هر کجا باشم دوست تو هم، خوشی تو میخوام. خب حالا ببینم کجا میرفتی. تو بگو به کجا میرفتی. مگه نمیبینی چقدر شیک شدم؟ خب معلومه دیگه، مهمونم دیگه. اتفاقا منم حالا مهمونم، قول دادم که حتما برم. ولی اگه بخوای با من باشی حاضرم به خاطر تو و محبتهای تو یه دفعه شده بدقولی بکنم. نه ناصر جون، باشه واسه فردا شب. فردا شب خیلی بهتره. راستش اینه که من میخوام برم نامزدمو ببینم. باشه، ما نهی ندارم. آره میدونی ناصر، من از موقعی که از زندان آزاد شدم خیلی اتفاق برام افتاده. همه رو برات تعریف خوشمزه برات افتاده. خب خب فردا ساعت 6 میبینمت. کجا؟ مگه بخوای بری؟ آره دیگه، منزل نامزدم اینجاست. اتفاقا منم دعوت کردم، منم خواستم همینجا بیام. برو بریم دیگه. جانم جان. گوش کنین بچه ها، گوش کنین. من از طرف همه مهمونا، از پسر عموی زیبا خانوم و دوستش تقاضا میکنم با هنرنمای خودشون مجلس ما رو گرمتر کنن. جان ما با محبت و وفا، رنج عشق و عاشقی میدهد به دل صفا. خو گرفت جان ما با محبت و وفا، رنج عشق و عاشقی میدهد به دل صفا. دل غافل من بیده، دل غافل من بیده. موسیقی
عاشقم بی پناهم، درد و ز بی پناهی، دل در هوای آن روی زیبا، من بر سر دورایی. صفا با عشق و محبت پنهان به سینه دارم، تویم ره وفا را که قلبی خالی ز کینه دارم. ای دل به راه یاری به عشق یاران باید شبی فداکار، ای دل به راه یاری به عشق یاران باید شبی فداکار. دل غافل من بی دل، دل غافل من بی دل. عاشقم بر آن که قلب پاکی آورد سویم، من صفا خواهم نزیب و زیبت سادگی دار، چرا که از دل این سخن گویم. دل غافل من فکر میکنی خوشبختی؟ اگه همسری مثل تو داشته باشم بعد. نه نه رو من فکر نکن، رو ظاهر خودت هم حساب نکن. همسر من باید خونه زندگی داشته باشه، مرد ایدئال من باید درآمد خوبی داشته باشه که بتونه روپای خودش بیسته. همسر من باید خونه زندگی داشته باشه، مرد ایدئال من باید درآمد خوبی داشته باشه تا بتونه رو پاهای خودش بیسته. زندگی با پول، خوشبختی با پول، سعادت با پول. بله، در انحرافات بشری همیشه زن نقش اساسی دارد، ولی ای کاش در اجتماع امثال زیباها شیفته جاه و جلال نمی شدند. چقدر خوب بود اگر می گفت همسر من باید تحصیلات خوبی داشته باشد، مرد زحمت کشی باشد که بتواند نان بازوان خودش را بخورد. چقدر خوب بود که خوشبختی را در خانه و اتومبیل و زندگی مجلل خلاصه نمی کرد. من بی دل، دل غافل، دل غافل، من بی دل، من بی دل، دل غافل. چی؟ چرا گریه میکنی؟
به خون زندگی من گریه میکنی؟ ها؟ برعکس، هیچ هم واسه خون زندگیت گریه نمیکنم، واسه خودت گریه میکنم که عوض شدی. تو اون احمد سابق نیستی. پشیم؟ من عاشق قلب پاک تو بودم. درسته که مرد باید ترقی کنه، ولی نه از راه نادرستی. چرا نمیخوای درک کنی؟ حتی نمیخوای در مقابل بزرگترین موهبت الهی تسلیم بشی. چیه اون موهبت الهی؟ ده بگوزه. عشق احمد، عشقی که بزرگترین موهبت الهیه. عشق. عشق؟ عشق یعنی چی؟ دنیا فقط دنیای پوله، میفهمی؟ پول. دنیا فقط دنیای پوله. مگه منو درک کردن که منم بتونم خیلی چیزا رو درک کنم؟ من واسه خودم دنیای تازه ای ساختم، دنیای پول. پول 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 پول. باید همه ببینن که من میتونم رو پای خودم وایسم. این پولا رو هم باید هر جا ببره آخرش میاد تو جیب خودم، مال هر کس باشه ازش میبرم. ببین از غم ابری چشم من
ماهی که احمد اصلا پیداش نیست. همه جا رو گشتم. نمیدونم چه بلایی سرش اومده. احمد به ما چه؟ خیلی وقته که میخوام یه چیزی رو بهت بگم. ناصر به من نگاه کن. منم بشرم. من تو رو دوست دارم. میفهمی؟ خیلی دوستت دارم. از صمیم قلب. این حرفا از شما قبیحه. من برای این حرفا اینجا نیومدم. ناصر، ناصر. نرو ناصر. نرو. ناصر. من اومده بودم سراغ دوست با شرفم احمد رو بگیرم. خراب کردن محراب عشق دیگران کار آسونی. بریم، خیلی حرفا باد دارم. ماشین؟ ماشین مالی که؟ حالا بیا بریم، همه چیز برات میگم. بیا سباشو خواهش میکنم. بهت گفتم که زیبا رو بیش از جون خودم دوست دارم. باور کن ناصر، باور کن. تمام این کارها رو که کردم به خاطر زیبا بود. تو که من خوب میشناسی، تو صمیمیت دوست من هستی. از تو میپرسم، مگه من قمارباز بودم؟ این زیبا و عشق زیبا بود که منو به این راه کشوند. ولی احمد، همیشه مکافات پشت دره. تازه پول حلال با آدم وفا نمیکنه، چه برسه به پول حرام. مگه آقای ظاهرالملک این همه ظلم کرد؟ و تو میخوای چیکار بکنی؟ من نمیخوام ناصر، من نمیخوام. اینا رو زیبا میخوام، فهمیدی؟ زیبا میخواد. بله، زندگی همیشه اینطور بوده. خیلی ها گمراه میشن. یکی شخصیتشو به پول میفروشه، یکی به جاه طلبی، یکی به هوس. یکی هم مثل تو حیثیت و زندگیشو به عشق میفروشه. عشق بدون ایمان مرگ حقیقیه. زیبا ممکنه بمیره. نه نه، زیبا نمیمیره. زیبا نمیمیره. آروم باش احمد، زیبا ممکنه بمیره، از بین بره، نابود بشه. نه، ولی حیثیت و شخصیت تو باید همیشه پایدار باشه. منم دختر ظاهرالملک رو دوست دارم. ولی ولی چی؟ ولی نه زیبا رو. زیبا مال توست. من رعنا رو دوست دارم. ناصر، این حرف عصبی. من برای این حرفا اینجا نیومده بودم. خراب کردن محراب عشق دیگران کار آسونیه، ولی ساختنش مشکله. ای وای، خدا مرگم بده. چی شده زیبا خانم؟ دایی خانم، بدادم برس. چی شده؟ الا قربون شکل ماهد برم. خانم بدادم برس. چی شده؟ الا قربون شکل ماهد برم. دردت بجونم، بگو. قول میدی که به رانا چیزی نگی؟ آره تصدقه، قول میدم. بگو. میگم من ناصر رو دوست دارم. این که دردی نیست، ایشالله به سلامتی با هم عروسی میکنیم. ولی ناصر. ولی ناصر چی؟ ناصر من رو دوست نداره. آروم باش، آروم باش. اینم قصه نداره، من خودم درست میکنم. تو اگه به حرف من گوش بدی، کاری میکنم که ناصر دست و پا تو ببوسه. چی کار کنم؟ هر کاری بگی میکنم. گریه نکن عزیزم، این که گریه نداره. این عادت مرداست که بذارن تاچی کنم. تو هم از فردا جلو چشاش با احمد گرم بگیر تا مزه شو بکن. زیبا، زیبا، زیبا جون چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ نه خواهر جون، چرا باید گریه کنم؟ راستش یاد مامان افتادم. تا تو خواهر مهربونو دارم مثل اینه که دنیا مال منه. رانا خانم، خیلی وقت از احمد آقا خبری نیست. شما این روزا ندیدینش؟ احمد؟ بله. حرف احمد چه ربطی به حرف ما داره؟ برو، برو بگی بخواب، این حرفا به تو مربوط نیست. آی به چشم، باشه، خیلی خوب. چی بگم؟ پدر عشق عاشقی بسوزه. ای وای خدایا، چی بگم؟ Mm-hmm.
نصف شب این خلوازیه چی میده؟ مگه دیوونه شدی؟ نه ناصر، نه دیوونه نشدم، زندگی رو پیدا کردم، هم عشق هم زندگی، هر دو رو پیدا کردم. تو راست میگفتی، خدام از دزد و جیبر و قمارباز بدش میاد. این تو بودی که باعث شدی من به عشق واقعی خودم زیبا برسم. اینا رو که گفتی تو خواب دیدی، این که ناراحتی نداره. حالا وقتشه که تصمیم تو بگیری. من تصمیمم گرفتم ناصر، من میخوام مردونه زندگی بکنم، میخوام پاک باشم، حتی از تو هم پاکتر. من دیگه دوز نیستم، میخوام لایق زندگی با زیبا باشم، میخوام زیبا رو ببینم و همه چیز رو بهش بگم. آه ناصر، ناصر تو دوست من و برادر من و همه چیز من بودی. ناصر بگو که من چی کار کنم. خب حالا که این تصمیم رو داری با من بیا. بیا من تلفن منزل زیبا اینا رو میگیرم، هر کی گوشی رو برداشت. خیلی به ما خوش میگذره. باشه. خیلی دیر کرد، نکنه اتفاقی افتاده باشه. نه فکر نمی کنم. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ چه میدونم. زیبا بود، صداش رو شناخت تو؟ آره بابا خودش بود، قولم داد که حتما میاد. چطور بازم به منزلشون تلفن کنم؟ خیلی نداره، تلفن بزن، ممکنه تو راه باشه. الو، کجا رو میخواستین؟ منزل آقای زاهرالملک؟ بله. فرمایشی داشتی؟ میخواستم با زیبا خانم صحبت. چی؟ تشریف بردن پیکنیک؟ قرار نبود پیکنیک تشریف ببرن. کجا؟ باغ مشیر، باغ دایی زیبا خانم. یعنی چی؟ مگه نگفت که میام؟ تو ببین، این ممکنه من دست انداخته باشه؟ نه این ممکن نیست. ناراحت نشو، بگو ببینم کی گوشی رو برد. دایی خانم. چی گفت؟ گفتم که من باید امروز تکلیفمو با این روشن کنم. تو میدونی باقی مشیر کجاست؟ آره میدونم. دیالا زودتر بری. یارب ببرم به نگرم کرا